دوستان سلام، خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای تاپ 10 سمور. من کیوان هستم و امروز میخوام راجع به 10 تا عطر effortlessly سکسی صحبت کنیم، یعنی 10 تا عطری که بدون دردسر یه خورده شما رو جذابتر جلوه میدن. پیش از هر چیزی بهتون بگم انتظار معجزه نداشته باشین. اوکی، این عطرها خوبن، این عطرها واقعا چیزایی هستن که میتونن کمک کنن شما یه خورده جذابتر به نظر بیاین، چه آقایون چه خانوما. اما در صورت این شما این که با رفتارتون، با ظاهرتون، با تیپتون، استایلتون، آرایش صورتتون، موهاتون و فلان اینا یه خورده میتونین توی دل طرف جا باز کنین. بریم بدون مقدمه با شماره 10 شروع میکنیم. شماره 10 لیست اون از برند ایس ساخت پرفیوم عطر 1969 یا 1969. این برند رو هیستوریز د پرفیوم هم میخونن، ایس ساخت پرفیوم درست تره. میدونین که این برند یک سری عطراش با عدد در واقع بیرون میان، عددهای 4 رقمی، و هر کدومشون به یک واقعه، تاریخ یک واقعی داره اشاره میکنه. 1969 سالیه که در واقع 1969 اسم دیگهش پارفیوم در ریولته و اشاره به سالی میکنه که در واقع انقلابات جنسی، آزادی جنسی توی آمریکا و انگلستان و چند تا دیگه از کشورهای اروپایی رخ داده و یه جورای آزادی جنسی، آزادیهای فردی و اجتماعی توی بستر جامعه غربی شکل گرفت. عطری بر پایه هل، هلو، شکلات، روز و من خودم این عطر رو داشتم. عطر واقعا جذاب و گیراییه، شیطونه، خیلی شیطونه، خیلی جذابه و یه جورایی فکر میکنم روی خانوما بهتر از روی آقایون جواب میده، به خاطر اینکه رایحه هلو و شکلات و روزش خیلی دمپ، خیلی کرمو و کرمو منظورم کرم دارن، نه که کرم زده باشه، نه کرم دارن و یه جورایی شیطنت ها میزه و اون رایحه هلش یک بوی شرقی ادویه خیلی خوشمزه و دلچسب ازش میسازه که آدم یاد شعله زرد و اینجور چیزا میندازه. کلا عطری که آدم یاد لذت میندازه. شماره 9 لیستمون از برند آتولیه کلون عطر کافه تیوب روزا. همونجوری که اسمش در واقع اشاره میکنه یه جوره بوی قهوه، بوی تیوب روز و شما یک روز هم بهش اضافه کنی. روز توی این عطر واقعا بارزه و یه جورای ترکیب قهوه، روز و تیوب روز یا گل مریم رو تو این عطر حس میکنین. تیوب روز یا گل مریم میدونیم معروف به فاحشه دنیای عطر و گلی بسیار شل، سستنسر و شهوت پرسته و توی طبیعت هم اینجوریه. بوی خیلی نافذ و گیرایی داره، جز دسته عطرهای گلهای سفیده که اساسا خصوصیتشون یک رایحه کارنال و اروتیکه و این عطر هم خیلی به خوبی تونسته این فضا رو ایجاد کنه، در عین حال که یک فضای خیلی صمیمی، خودمونی و در واقع دوستانه ایجاد میکنه، روی بعد کارنال و اروتیک خودش هم تاکید داره. شماره 8 لیستمون از برند سرژ لوتانز عطر سانتال ماجسکیول. یه جورایی میتونم بگم یکی از بهترین ترکیبات چوب صندل و روز، بوی نمور، شرجی، دم کرده و شهوانی توی این عطر حس میشه، در عین حال که سعی میکنه یک حالتی از عفت و یه حالتی از متانت رو هم در خودش حفظ کنه، ولی انگار انان گسیخته تر از این حرف هست. یه جورایی به من حس بوی نجاری رو میده که کار سنگین کرده و بدنش دم کرده و عضلانی شده و اون نجار الان توی روز ولنتاینه یه همچین حسی رو داره توی این عطر القا میکنه. یکی از بهترین عطرها بر پایه روز و چوب صندل هم همینه و میدونه طبق معمول یک سری اکوردهای ادویه‌ای در ادامه کارهای سرژ لوتانز حضور دارن که اینجا هم در واقع مستثنا نیست. شماره 7 لیستمون از برند مزون فرانسیس کوکجیان عطر اود ساتین مود. قبلا توی یه دستبندی از همینا که نقطایی بودم و توی اینستاگرام گذاشته بودم، به جای این عطر آرژانتینا از برند ممو بود که فکر میکنم دیسکانتینیو شده به خاطر اینکه از سایت ممو برداشته شده، از چند تا از فروشگاه معتبری که در سطح دنیا ممو رو کار میکردن هم برداشته شده و حدسم بر اینه که این عطر همچین نیومده دیسکانتینیو شد. تولید 2021 بوده. بگذاریم، به هر صورت ساتین مود یکی از بهترین عودهایی که خودم خیلی طرفدارش نیستم، ولی بازخوردهای بسیار عجیبی از این عطر گرفتم. بر پایه روز و عوده و یک روز دارک، موزی، مرموز و اوف ومپایر مانند توی این عطر و با عودش واقعا یک فضای خیلی بدی میسازه، یک فضای واقعا عجیب غریبی میسازه که خیلی هم مرموزه هم شهوانیه، دیگه خودتون حساب کارو بکنید.
شماره 6 لیستمون از برند آمواج عطر کریمسون راکس، یکی از عطرهای نسبتاً اخیر آمواجه که تو شیشه عطر زنونه میاد بیرون، اما یونیسکس. من اولش فکر میکردم زنونه است به خاطر شیشهش، که فکر میکنم توی ویدیوش هم حتی اشاره کرده بودم که آقایون هم میتونن استفاده کنن. فضای گرم و همچین شرقی خیلی جالبی داره که شامل دارچین، روز، عسل، نوت‌های چوبی، نوت‌های تنباکویی و یک سری روایه اسپایسیه که یک فضای تخمیر شده و شراب مانند توش حس میشه، شبیه وقتی که گیلاس رو میذارن شراب شه و داره در واقع اون پروسه تخمیرش تازه شکل میگیره و قراره که در واقع این گیلاسه تا چند وقت دیگه شراب شه، کامل شراب نشده و بوی تخمیر مانند این عطر که اونو به عطر خیلی جذابی تبدیل میکنه. از نظر ساختاری با عطرهای دیگه آمواج یه خورده فرق داره، ولی خب در جای خودش یکی از عطرهای موفقیه که میتونه توی بازار توی این زمینه خیلی خوب فروش کنه. شماره 5 لیستمون از برند سوئدی بایردو عطر توبک و ماندارین. این عطر هم یکی از اون عطرهایی که احتمالاً بیفته توی لیست خرید من، مخصوصا شیشه 50 میلش واقعا خوشگله. اساسا بایردو شیشه 50 میلاش من بیشتر شیشه 100 میلاش دوست دارم. بگذاریم، رایحش رو خود رنگ عطر بهتون میگه. نگاه کنین یه همچین رنگی داره، قشنگ داد میزنه من عوضیم و واقعا هم عوضیه، یعنی بوش خیلی خوبه. من دوبار این عطر رو از اون سمپل که زده بودم رفته بودم بیرون، هر دوبار بازخورد گرفتم و هر بارم از چند نفر بازخورد گرفتم، برام واقعا عجیب بود. عطریه که فضای کلیش فضای تنباکویی نسبتا چرمی با یک تهبویی از رایحه فلورال و روزه که شما رو تا حدی یاد عطرای عود و روز میندازه، یعنی مخاطب شما رو یاد عطرای عود و روز میندازه چون این دوتا توش کار شده، اما یه جوریه که هم شبیه اون عطر هست هم نیست و واقعا خوب کار کرده. به نظر من واقعا خوب کار کرده، عطر خیلی سرراستیه، خیلی معطوف به هدف، پیچیدگی خیلی زیادی نداره و یه جورای خیلی روک و راست داره حرفشو میزنه، بعدم حرفشو میزنه. شماره 4 لیستمون از برند کام د گافسون عطر فلورینتال. من واقعا عاشق این عطرم، هم به خاطر شیشه خوشگلش و هم به خاطر رایحه خوشگلش. یه جورایی فکر میکنم دوباره کاری کردم با خریدن این، به خاطر اینکه یه عطر شبیه این توی کلکسیون من هست به اسم پیور دیستنس بلک، گرچه بلک یه خورده چرمی تر از اینه. این رایحش فلورال یعنی گلی و اورینتال یعنی شرقی، همونجوری که از اسمش برمیاد فلورینتال، و یکی از بهترین عطرهای شرقیه که تا به حال من داشتم و رایحه بسیار جذاب و گیرایی داره، گرچه یه خورده فمینین یعنی زنونه میزنه، اما رایحش واقعا کلاسیک و جونداره، یعنی قشنگ شما رو توی فضای شرقی میبره و یک حس اروتیک، یک حس در واقع اسرارآمیزه، خیلی دوست داشتنی، شبیه داستانه 1001 شب بهتون میده، گرچه رایحه خیلی عمیقی نداره، یعنی دنبال یک چیز عمیق و خیلی پیچیده نباشین، خیلی فلت و در واقع خودمونیه علیرغم اینکه خیلی شرقیه. شماره 3 لیستمون از برند اتالب دوغانش عطر تام فنلند، تام فنلاندی، یک چرم کینکی و خیلی پورنستار ماننده. این عطر اصلا نمیگم سیکسی، رسما پورنوگرافی دنیای عطر این اوتکولون، این عطر تام فنلند. لطفا این اسم رو، این کلمه رو توی اینترنت سرچ نکنید و عکساش رو نگاه نکنید، اگرم نگاه کردین تنها نگاه کنین، گناهش هم گردن من نیست، چون خیلی در واقع چیز قضیهش اینجوریه که تام فنلند نام یک کاراکتریه مربوط به یک سری کارتون ها یا کمیک استریپ هایی که در واقع مربوط به فرهنگ همجنسگرا است و یه جورای تاکید روی سکس بی نهایت زیاده توش و اصلا کلا برای همین چیز ساخته شده اون کارتونه و از روی اون کاراکتر اد ساختن تام آف فینلند. خیلی پورن گراست، خیلی زیادی و یه جورایی میدونه اتالب دوغانش یکی از اون برندهایی که توی این زمینه توی اروتیزم و تاکید روی اروتیزم بی نهایت اصرار داره و خیلی بارز این کارو میکنه. اسم عطرش آرشیو 69، نمیدونم سکرسی و منیفیک فلا اینا، و حتی پوسترهایی که انتخاب میکنه برای عطرش کاملا بارز و گویای این قضیه هستن. این عطر هم یک فضای چرمی زعفرونی خیلی عجیب غریب و خاص داره که خیلی به ندرت میشه اونو شبیه عطر دیگه ای دونست حقیقتش بخوام و یه بازی کوچیک و خفیفی از روز توی پس زمینه بدون اینکه خودشو لو بده عالی بازی میکنه و به این چرم یک هویت بسیار کینکی شهوانی و اروتیزم میده، اروتیک میده.
شماره دو لیست اون از برند فردریک مال عطر پورتریت آف ا لیدی، چهره یک زن. اسمشو چیز نکنی، اسم شما رو در واقع نگران نکنی، عطر کاملا یونیسکس، خیلی از آقایون هم استفادهش میکنن، اساسا عطری که آقایون هم میتونن به راحتی استفادهش کنن اگر با روز کنار بیان. ترکیب یا شاهکاری از روز و ادویه است و خیلی خوبه. سندل، پچولی، روز، بخور، ادویه، فلفل، واقعا خوب کار کرده این عطر رو، واقعا خوب کار کرده. ببینین پیچیدگی 100، فضای لوکسش 100، فضای اروتیکش واقعا عالی، در این حال که خیلی موقر و خیلی جنتلمن و خیلی شسته رفته است، ولی کاملا روی اروتیک بودنش تاکید داره و هیچ ابایی هم نداره ازش. یعنی یک فضای موقر و لوکس رو آورده با یک حالت وحشی و اروتیک پیوند زده. خیلی این کار جالبه. عطر خود من نیست، ولی عطریه که به نظر من فقط با کت شلوار و یه چیز خیلی، یه لباس خیلی لوکس میشه پوشیدش. عطر واقعا قدر و خوشکاریه. و نهایتا شماره یک لیستمون، صدر جدول، باز از برند تام فورد، عطر نوا د نوا. یکی از اون عطرهای روز و عود که بی نظیره، واقعا با بقیه عطر فرق داره. چرا فرق داره؟ به خاطر اینکه تام فورد از یک اکوردی، یک اکورد امضا توی همه عطرش استفاده میکنه که اون رو از بقیه عطر جدا میکنه و واقعا هم تاکیدش روی اروتیک با این اکورد خیلی بجا و خیلی صحیحه. این اکورد رو توی دنیای عطر اسمشو گذاشتن تروفل یا قارچ دنبلانی. این قارچ رو قبلا هم راجبش توضیح دادم، اما خب میدونیم که این قارچ با اون قیمت واقعا سرسام‌آورش قاعدتا به صورت طبیعی توی عطر استفاده نمیشه، بلکه خب یک اکوردی رو ساختن که من حدس میزنم پچولی یکی از گوشه های این اکورد باشه و اسمش رو در واقع گذاشتن تروفل یا قارچ دنبلانی و توی همه عطرهای تام فورد ازش استفاده میکنن. اینجا یکی از اون عطرهایی که دیگه این قارچه به اون قله رسیده و بیشتر از هر عطر دیگه تام فورد تونسته خودش رو اینجا جا بندازه و در واقع حضور خودش رو اعلام کنه، اعلام نه، فریاد بزنه. رایحه روز و رایحه عود و رایحه این پچولی و قارچ دنبلانی توی این عطر بی‌نظیر عمل میکنه و واقعا یک فضای کارنال، تاریک، سکسی، دم کرده، شبیه بدنی که عضلانی شده توی ذهن آدم متبادر میکنن. یکی از واقعا خارق‌العاده ترین عطرهایی که به نظر من میتونه خیلی راحت شما رو جذابتر و سکسی تر کنه. اما استایل در مورد این عطر واقعا حساسه. استایل اصلا استایل نمیدونم متداول، استایل کژوال اینا رو نمیپسنده، شدیدن با لباسای تیره، پیرنای واقعا گرون قیمت و اینجور چیزا خیلی خوب خودشون نشون میده. یعنی بهتره یه همچین چیزی بپوشین که این عطر واقعا خودشون نشون بده. خب بچه ها، یه تاپتن خودمونی بود از 10 تا عطری که بدون دردسر شما رو جذابتر و سکسی تر نشون میدن. Effortlessly Sexy Perfumes. امیدوارم از این تاپتن خوشتون اومده باشه. فصل مشترک همه این 10 تا عطر حضور روز توی ترکیب اونهاست. توی یکی خیلی زیاد و بارزه، توی یکی اینقدر کمه که شاید نشه حسش کرد. ولی خب به هر صورت ماهیت اصلی روز توی همه این عطرها حس شده. روز ماده یه که یعنی رایحه ای داره که هیجان رو توی انسان فوران میکنه، بالا میبره، تپش قلب رو بالا میبره و گفته میشه گردش خون رو هم میتونه تشدید کنه و یه جورای راه رو برای هیجانات شهوانی میتونه باز کنه. به هر صورت گفتم منتظر معجزه نباشین، این فرمول ها برای همه ممکنه در واقع سازگار نباشه. انتظار نداشته باشین که مثلا بهترین عطر شماره یک این لیست رو بزنین و بریم بیرون و حتما 3-4 نفر بهتون بچسبن، نه. ولی خب 10 تا عطری رو براتون نام بردم که چه آقایون چه خانوما میتونن به راحتی استفاده کنن و بازخورد خیلی خوبی ازش بگیرن. مهم استایل، رفتار و در واقع اون اپیرنس یا ظاهر شماست که چجوری با این عطرا ستش میکنین. با هم باشین، منتظر باشین با ویدیوهای تاپ 10 دیگه میام. فعلا.